سرمایه گذاران خوشبین نسبت به آینده کسب و کار در آمریکا شاخص های بورس سهام را به اوج تازه رساندند. به نام ناطقی از نیویورک تحولات شاخص بورس را دنبال کرده و به جزئیات اشاره می‌کند. به نام خب خبرهای اقتصادی آمریکا به ویژه کاهش بی در نرخ بیکاری که به سی و نیم درصد رسیده رقم بیسابقه سابقه از سال 69 تا کنون و همچنین آخرین گزارش وزارت کار که یکی از افزایش 145 هزار فرصت شغلی جدید در ماه دسامبر بود باعث شده که سه شاخص اصلی معاملات سهام در آمریکا شب گذشته بالا رفتن شاخص داجونز جونز متشکل از سهام سی شرکت عمده 28 دو... درصد یا نزدیک به 3 درصد بالا رفت و داره به رقم نمادین هزار نزدیک میشه شاخص 599 سهم اس ببخشید شاخص 50 سهم اسنپی 7 دهم درصد بالا رفت ولی عمده ترین جهش به شاخص نستق تعلق داره که بیشتر نوسانات سهام شرکت های فناوری پیشرفته رو منعکس میکنه شاخص نستق 1 و 4 درصد بالا رفت اما آنچه در این مقطع سرمایه گذارها رو بیشتر نسبت به آینده خوشبین کرده چشمانداز امضای نخستین مرحله از معامله بازرگانی از این بین آمریکا و چین است که قرار فردا چهارشنبه به امضا برسه. امروز شاهد شوق سرمایه گذارها نسبت به معامله بازرگانی هستیم که جریان دارد ولی آنها همچنین نسبت به سیاست پولی ذوق زده هستند باور سرمایه گذاران این است که سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و کل جهان طی سال 2020 ادامه خواهد یافت اشاره این کارشناس به نرخ پایین بهره یا به عبارت دیگه در دسترس بودن پول ارزان هست که به نظر او در کوتاه مدت میتونه برای خیدان آن سهام سودآور باشه ولی خب در دراز مدت میگه نباید تصور کنیم که چاره جز سرمایه گذاری در دارای های پر مخاطره وجود نداره انتشار بیلان سوزیان شرکت ها در سه ماه گذشته هم به بالا رفتن شاخص ارزش سهام کمک کرده خبر اقتصادی مثبت دیگه گزارشی که امروز منتشر شد دولت پر پرزیدنت ترامپ موفق شد که موازنه منفی بازرگانی چین و آمریکا رو از 323 میلیارد دلار در سال 2018 به 295 میلیارد دلار در سال 2019 پایین بیاره هرچند صادرات تولید کنندگان چینی به آمریکا از صادرات تولید کنندگان آمریکایی به چین همچنان بیشتر هست